در پی اعتراض های مردم ایران در سراسر جهان با شعار زن زندگی آزادی ادهی از ایرانیان ساکن انگلستان خواستار تعطیلی نهادهای مرتبط با نظام ولایت فقیه در کشور انگلستان شدند. معترضان تا جایی این موضوع را دنبال کردند که برای اولین بار تعطیلی دفتر نمایندگی نظام ولایت فقیه در لندن توسط نمایندگان مجلس عوام بریتانیا مطرح شد و و الیسیا کرنز رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان بریتانیا در مصاحبه با رسانه های انگلستان خواستار تعطیلی مرکز اسلامی نظام ولایت فقیه در لندن شد از طرف دیگر و بنابر اخبار رسیده هاشم موسوی رئیس, رئیس سابق مرکز اسلامی لندن و یکی از مسئولان بنیاد خیریه مرتبط با این مرکز نیز از سمت‌های خود استعفا کرده است همچنین سعید رضا عاملی هم چند روز قبل از سمت خود به عنوان یکی از مدیران کمیسیون مرکز اسلامی لندن استفا داده است البته چندی قبل هم اقدام مشابهی در کشور آلمان انجام شد و روزنامه آلمانی بیل نوشت که سلیمان موسوی فر معاون مرکز اسلامی هامبورگ داوطلبانه خاک آلمان را ترک کرد و به این وسیله مانع از بازداشت و اخراج خود از این کشور شد اما دولت آلمان تاکید داشت که به نوشته این نشریه ملای مس... ملای مسئول ترویج نفرت نباید در آلمان بماند بنا به آنچه اعلام شده دلیل اخراج سلیمان سلیمان موسوی فر از آلمان نزدیکی به حزب الله و اقدام برای تأمین مالی تروریست بوده است البته هرچند که مرکز اسلامی آلمان تاکید داشت که درگیر موضوعات سیاسی نیست و فقط به فعالیت مذهبی اشتغال دارد اما به نوشته نشیه بیل مقامات امنیتی تردید نداشتند که این مرکز در واقع مجری برنامههای سفارت نظام ولایت فقیه در آلمان است